بسم الله الرحمن الرحیم صبح همه وزار گرامی بخیر در قسمت دستاوردهای وزارت زراعت آبیاری و مالداری بخصوص در قسمت آبیاری وزارت زراعت چون که فرصت بسیار خوب است در آخر سال مالی قرار داریم خواستیم که در جریان یک سال چی چیزا در قسمت آبیاری صورت گرفته و چی مقدار زمین‌های اضافی تحت آبیاری آمده و در زمین‌ها چی کشت میشه و چی تاثیر بالای رشد زراعت و بالاخره بالای اقلام عمده صادراتی زراعتی داشته در جریان سال وزارت زراعت در بخش آبیاری فوکسش توجهش بالای بندها، سربندها، شبکه‌های آبیاری، کانال‌ها و به می ترتیب ذخیره ها بوده که در این رابطه در 34 ولایت به تعداد 235 پروژه آبیاری تطبیق شده که از این 235 پروژه در حدود 1.2 میلیون هموطنان ما مستفید شدند و همچنان بودجه که بالای از این پروژه هزینه شده به 2.9 میلیارد افغانی میرسه و 51,000 هکتار زمین تحت آبیاری قرار گرفته از اثر تطبیق 235 پروژه که براتون عرض کردم تاثیرات از این پروژه چی بوده؟ عمدتاً از ضایعات آب در مزرعه جلوگیری صورت گرفته قبلا در حدود بیش از 50% آب در مزرعه ضایعات داشتیم و با تطبیق پروژه ها 35% ضایعات در مزرعه ضایعات آب در مزرعه کاهش یافته ما با تطبیق پروژه ها یک تعداد نوآوری را هم انجام دادیم خصوصا در قسمت جلوگیری از ضایعات آب در مزرعه چون که یک موضوع قسم متصور میشه پیش دیقان که هر مقدار آب زیاد باشه به اون مقدار رشد زراعتشان زیاد است که متاسفانه به بسیاری از نباتات آب زیاد تاوان میرسانه ما به خاطر جلوگیری از ضایعات آب در ساحه‌ای که ضرورت نیست و در ساحات پایین دست که آب نداره به خاطر زراعت و یا به اوج انتقال پیدا بکنه از تکنولوژی آبیاری قطره‌ای استفاده کردیم و در عین وقت ما از تکنولوژی LLL لیزر لند لیولینگ هموارکاری زمین توسط دستگاه استفاده کردیم که زمین هموار شوه هم سطح شوه که آبیاری آسان شوه در صورتی که زمین هموار هم سطح نباشه یک قسمت زیاد آب میبره به یک قسمت آب نمیرسه در اون رابطه دیقان متضرر میشه در پولی 235 پروژه که پیشتر براتون عرض کردم گپ مهمی دیگه ای است که ما برای اولین بار بعد از سالها و سالها انتظار روی 4 پروژه بسیار بزرگ ملی امسال توجه کردیم که این پروژه ها قبلا به قسم رویا در فکر مردم بود و هیچ وقت روی از این کار صورت نگرفته بود امسال به این پروژه توجه فوق العاده از طرف رهبری حکومت و وزارت صورت گرفت اولین پروژه از یا پروژه کانال خوشتپه است که از ولایت قندوز شروع میشه از ولایت بلخ عبور میکنه به ولایت جوزجان میرسه تمام زمین هایی که در این قسمت قرار داره دمی طول 250 کیلومتر در حدود 2.5 میلیون جریب زمینه که در اوج فعلا از او کشت و زراعت و هیچ نوع استفاده صورت نمیگیره
ای کانال به می هدف در نظر گرفته شده که در این مرحله اول 12 ماه وقت داره. تمام مطالعات امکان سنجی، تست خاک، سروی، دیزاین، تمام مراحل از این ظرف 12 ماه تکمیل میشه. پروژه دومی ما کانال زمینداور در ولایت هلمند است که از این پروژه 41,000 جریب زمین آبیاری خواهد شد و پروژه سیومی یک اعمار بند است در ولسوالی مساقله ولایت هلمند که به 59,250 جریب زمین آب به خاطر آبیاری فراهم خواهد کرد. و بالاخره پروژه چهارم پروژه اعمار کانال اندخوی در ولایت جوزجان فاریاب می باشد که این پروژه هم به قسم پروژه کانال خوشتپه از دریای آمو سرچشمه می گیره و قرار است حداقل 2,75,000 جریب زمین تحت آبیاری قرار بگیره و امکانات از این هست الا 1,000,000 جریب زمین تمام زمین های جدید تحت آبیاری از این پروژه قرار بگیره که ارچاری پروژه ها قرار است در جریان یک سال اسنادهایشان تکمیل شود و به مرحله بعدی برسند. در قسمت مدیریت بهتر آبیاری امسال ما پالیسی ملی آبیاری را هم ترتیب کردیم و از طرف کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تصویب شد. چیزی که بسیار زیاد در این قسمت مهم است موضوع خشکسالی است. در خشکسالی امسال وزارت زراعت در قسمت کشت للمی تمام زراعت افغانستان متاثر گردید و پالیسی ملی در رابطه با کشت للمی هم ترتیب شد و از طرف کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تصویب شد و به مجرای اجرا گذاشته شد. قرار است که با طرحی که در کناری ازی از طرف جلال مآب رئیس جمهور تصویب شده بندها و ذخایر آب در فصل بارندگی هم در زمستان و در فصل بارندگی بهار آبهای کافی در نقاط مختلف با این ساختمان ها جمع‌آوری شود و این آبها در نیازمندی تابستان هم و قسم سطحی استفاده شود و یک مقدار از این آبها جذب زمین میشه، زمین تغذیه میشه، بعدا توسط وترپمپ ها از آب استفاده صورت خواهد گرفت. در رابطه با سرمایه گذاری بیشتر در قسمت آبیاری و زمین های بیشتر تحت آب بیایه ما پلان داریم تمام سرمایه گذارا در سکتور خصوصی را تشویق بکنیم که هر مقدار زمین یا ضرورت داشته باشند و زمین سازی به خاطر انتقال آب در این قسمت همکاری حکومت امرایشان هستند یا سرمایه گذاری بکنن حکومت از پشتیبانی میکنن و تصمیم هم گرفته شده در جریان سال تجارت زراعت عنعنوی من بعد به زراعت تجارتی تبدیل شود. اگر در یک هکتار زمین دهقان مفاد را که به دست میاره ایره ما به زراعت تجارتی و با زراعت نباتات با ارزش خصوصا باغداری تبدیل بکنیم الا ده چند منفعتی را که از گندم به دست میاره دهقان از زراعت تجارتی و درخت های میوجات با ارزش به دست آورده میتونن. تشویق دهقان ها جریان داره. یک هکتار زمین اگر 120,000 تا 150,000 دلار برای از او مفاد به دست میاره اگر به باغ بادام تبدیل شوه و یا یه است که به زیره کشت بکنن و یا او را تبدیل بکنن به انار و سیب و شفتالو و زردالو ده چند منفعت ازی به دهقان بلند میره و فایده دومی ازی است که به آب زیاد ضرورت نداره یعنی مقاوم در قسمت خشکسالی است و زحماتشان هم بسیار کم است به دهقان.
در کل به خاطر ضایعات بیشتر از آب در مزرعه ما سیستم پایپ فعلا در نظر داریم که من بعد روی کانال های خرد زیاد از کانکریت و سنگ که اعمار میشد توجه نکنیم چون که در اوجا یک مقدار تبخیر صورت میگیره و یک مقدار هم آب جذب زمین میشه ما من بعد میخواهیم که توسط پایپ آب انتقال بدیم به قطرهای بسیار جات مختلف که از هر جهت آب محفوظ باشه و آب با 100% مقداری که لازم است جریان پیدا بکنه بدون ضایعات و در این رابطه پروژه آزمایشی هم در روی دست است انشاءالله در 5 زون مختلف کشور 5 پروژه آبیاری توسط تطبیق پایپ ها در روزهای نزدیک شما شاید افتتاحی از او خواهد بودین بسیار زیاد تشکر میکنم تشکر از موین سیب من کوتاه بدون شک در سال جاری یک از چالش های جدی خشکسالی بود که تقریبا 22 ولایت افغانستان دامنگیر شد و وزارت زراعت سال گذشته در از قبل پیش بین بود برنامه ها و پلان های خود برای مقابله با خشکسالی طرح کرده بود خوشبختانه در جریان سال جاری در مجموع با توجه به اینکه 66% مواشی در کشور با کمبود خوراکی حیوانی و علفه مواجه بود امسال به دلیل کمبود میزان برف و بارندگی البته فصل گذشته در یک تعداد زیاد از ولایات علفچرها و چراگاه‌های ما خشکید و مالدارای ما در این راستا آسیب پذیر شدند وزارت زراعت خوشبختانه طی یک سال 1.2 میلیارد افغانی را در این راستا سرمایه‌گذاری کرده و ما توانستیم در یک تعداد زیادی از ولایات از جمله جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، هرات، قندار، هلمند و شماری از ولایت‌های دیگری که از خشکسالی آسیب پذیر بودند 31500 متریک تن خوراکی حیوانی را توزیع بکنیم و این روند فعلا هم ادامه داره پیش بینی میشه که در زمستان پیشرو هم برزی که ما در سال جاری علفچرای ما چراگاه های ما متضرر شد مالدارای ما در یک تعداد زیادی از ولایات با کمبود خوراکی حیوانی و علفه مواجه شدند و در این راستا وزارت زراعت آمادگی کامل داره همین فعلا هم خوشبختانه به ارزش 500 میلیون افغانی ما قرار است بیش از 13000 متریک تن خوراکی حیوانی دیگر خریداری بکنیم و در ولایت های آسیب پذیر به اسرع وقت انتقال پیدا بکنه تا از مرگ و میر و تلف شدن مواشی در ولایت های آسیب پذیر بخصوص جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس، هرات و یک تعداد ولایت های آسیب پذیر دیگر جلوگیری بکنیم وزارت به اساس امکانات مالی و نیازمندی های مالدارا در این راستا آمادگی کامل داره همان قسمی که طی یک سال 31500 متریک تن خوراکی حیوانی توزیع کرده و ما تا حد زیادی از تلف شدن مواشی در ولایت های آسیب پذیر جلوگیری کردیم بر زمستان پیشرو هم آمادگی کامل وجود داره در این زمان یک موضوع دیگر خدمت شما اشاره میکنم طی یک سال گذشته در 34 ولایت کشور وزارت زراعت از گدام ها ذخایر استراتژیک و سیلوهای خود برای کمیته اصرار در سطح ولایات 169 هزار متریک تن گندم خوراکه را قرار داده و اینا برای متضررین و آسیب دیدگان حوادث طبیعی آسیب دیدگان خشکسالی ها و بیجا شدگان توزیع شده فعلا هم در گدام ها و ذخایر استراتژیک ما گندم کافی در اختیار داریم و در صورت ضرورت این کمک ها در اختیار ادارات اصرار در سطح ولایت قرار داده میشه تشکر اگر سوالی باشه مهندس در خدمت